دکتر ناصر اوریا، دکتر در کلینیک فرانکتیدای شهر سن انتونیوی ایالت تکساس ایالات متحده. سلام بر شما، تشکر از وقتتان، تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین. اگر در آغاز بگوین چرا گراف مبتلایان به امراض قلبی در جهان به خصوص در افغانستان رو به افزایش است، دلیلش چی است؟ با سلام به شما و بینندگان گرامی. گراف امراض قلبی وایی نه تنها در کشور غربی بلکه در کشور شرقی هم رو به افزایش است. دلایل و عوامل مختلف دارد. در پلوی دلایل ارثی یا ژنتیکی، دلیل عمده نبود فعالیت فیزیکی، نکردن ورزش، غذاهای غیر صحی و داشتن امراض از قبیل فشار خون بلند که کنترل نمیشه، داشتن کلسترول بلند، داشتن مرض شکر یا دیابت و عادات نادرست یا غیر صحی غذایی و کشیدن سیگارت و عادت به دخانیات و مشروبات است. به خاطر داشتن یک قلب سالم، دکتر سب، چی چیز باید مد نظر گرفته شود به شکل ابتدایی؟ خب مهمترین مسئله ای است که ما باید بفهمیم که قلب چی وظیفه‌ای داره. سیستم قلبی وایی یکی از پرکارترین سیستم‌ها در وجود است که هیچ گاهی آرامش نداره، همیشه کار میکنه و به اون خاطر زمانی که قلب خون پمپ میکنه باید خود قلب هم خون و اکسیژن و مواد غذایی به اندازه کافی بگیره. وقتی فعالیت فیزیکی زیاد میشه، انسان وزن انسان زیاد میشه، قلب باید کار بیشتر بکنه و خود قلب وقت اروا میشه یا خون بهش میرسه یک سیستم داره به نام شریان اقلیمی یا کرونه که خود از اگر بندش درش به وجود بیاید، بندش قسمی باعث دردهای قلبی میشه و اگر بندش کامل به وجود بیاید باعث سکته قلبی میشه. به این خاطر مهم است که از این امراض که باعث تشدید پروسه میشن از قبیل فشار خون بلند، مرض شکر، کلسترول بلند، خوردن نمک زیاد در مواد غذایی، نبود مواد صحی از قبیل ترکاری و میوه‌جات در رژیم غذایی ما و نداشتن فعالیت فیزیکی و وزن نامتناسب از عوامل عمده از این تکلیف است. دکتر سبوریا، یک فرد چگونه بداند که تکلیف قلبی داره و یا هم دچار حمله قلبی شده؟ خب تکلیف قلبی تکلیف مختلف است، اما وقتی که آدم سر امراض شریان اقلیمی گپ میزنه، یعنی امراضی که خود قلب مساو از این میشه که به قلب خون به اندازه کافی و اکسیژن به اندازه کافی نمیرسه، تا ابتدا وقتی که انسان فعالیت فیزیکی میکنه یک درد و گرفتگی در سینه یا صدر پیدا میشه، اما با پیشرفت این مرض درد دوامدار میشه و بعدا بسیار شدید میباشه. وقتی که انسان با یک خناق صدری یا آنجین و یا سکته قلبی یا انفارکشن قلبی مصاب می باشه، به این صورت یک درد شدید که اکثرا درد بسیار گنگ و به شکل فشار مانند است که به طرف شانه چپ معمولا انتشار میکنه یا به طرف گردن انتشار میکنه یا به طرف چپ انتشار میکنه، بعضا هم به طرف بین دو شانه انتشار میکنه، توأم با عرق سر، تپش قلب و احساس دلبدی و بعضا استفراغ می باشه و سرچرخی. اما این در پیش اشخاص که به صورت تیپیک می باشد، خصوصا مریضای دیابت شکل غیر تیپیک است، مجرد می تونه مریض کاملا اعراض غیر وسیعی داشته باشه، مثلا یک استفراغ می کنه هیچ اعراض نمی داشته باشه. به خاطر کسایی که امراض دارن در کنترلش بسیار کوشش کنن و اعراض همیشه متوجه باشن، دست کم نگیرن. دکتر صاحب، شما در امریکا و یکی از کلینیک های امریکایی فعالیت می کنین، چی گونه بررسی میکنین نحوه وقایه و مداوای تکالیف قلبی و یا هم رسیدگی به کسایی که دچار حملات قلبی که شما یادآور شدین در اینجا و مثل کشور افغانستان؟ یک مسئله که بسیار مهم است وقتی انسان به یک مرض تشخیص میشه، مثلا فشار خون بلند که زمینه را برای امراض قلبی مساعد میسازه یا کلسترول بلند، در کشورهای غربی یک سیستم وجود داره به نام هلت منجنس که اینا به صورت متداوم پیش دکتر مراجعه میکنن، دوایی که لازم است بگیره و با وقت و وقفه‌های متناسب مثلا کلسترولشان چک میشه، شکرشان چک میشه و دیگه فشار خونشان چک میشه. در کشورهای شرقی متاسفانه یک پرابلمی که در افغانستان است این است وقتی یک آدم پیش دکتر میره به خاطر تکلیف فشار بلند خون یا فشار کلسترول بلند خون، اینا یک نسخه را میگیرن و بعد از فکر میگن که این تکلیف به صورت کلی حل شد، حالا که یک تکلیف است که مثلا مرض شکر یک تکلیف نیست که ما را بتانیم از بین ببریم، اما کنترل بسیار عادی میشه و میشه فشار خون بلند، یعنی کنترل امراض غیر قابل علاج،
اینه که از بین برده شده نمیتونن اما قابل کنترل هستن. این بهترین راهش است که از امراض قلبی وایی جلوگیری شود. رول میدیا، رول دکترها و مسئولین طبی و خصوصا میدیا در بلند بردن سطح دانش علمی جامعه رول ارزش بسیار فوق العاده دارد. دکتر صاحب تشکر از وقتتان، با امید صحبت‌های بیشتر در برنامه بعدی. روز و وقت خوش.